درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. به گزارش کیهان لندن، سه هفته پس از مبادله اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی با امدادگر بلژیکی که در ایران به گروگان گرفته شده بود، علیرضا زاکانی شهردار تهران و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از نزدیکان بیت علی خامنه‌ای برای شرکت در مجمع عمومی متروپولیس به بروکسل سفر کرد. در این سفر چندین سپاهی دیگر از جمله لطف‌الله فروزنده معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران و مهدی عباسی رئیس کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و فرمانده قرارگاه سارالله سپاه که پیش از این به سرکوب بسیاری از مردم ایران پرداخته بود او را همراهی کردند. زاکانی شهردار کنونی تهران، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از عوامل اصلی سرکوب مردم در جریان اعتراضات از جمله خیزش ملی اخیر در کشور است. وی که در دهه 70 رئیس سازمان بسیج دانشجویی بود، همراه با قاسم سلیمانی و علی فضلی نقش اصلی در سرکوب اعتراضات 18 تیر ماه 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران را هم داشت. زاکانی در پاسخ به خبرنگار شبکه RTL اینفو منکر تجمعات ایرانیان در اعتراض به سفر او به اروپا شد و ادعا کرد که آنچه من در اینجا مشاهده کردم تنها استقبال از پیشرفت‌های ما و جمهوری اسلامی بوده است. او همچنین حضور میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌های ایران در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت اینها تنها اعتراضات خفیفی بودند که دشمنان ایران آنها را سعی کردند بزرگ جلوه دهند. نماینده پارلمان بلژیک در واکنش به حضور علیرضا زاکانی در بروکسل با اشاره به سوابق او گفت سازمانی که او رئیس آن بوده به دلیل نقض فاحش حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا تحریم است. حالا ببینید تروریست های رژیم جمهوری اسلامی چگونه می توانند آزادانه در قلب اروپا راه بروند. معلوم نیست کدام معاملات پشت پرده در جریان است، چه تراکنش های مالی مخفیانه ای صورت گرفته است، چه کسانی زینف بودند، چه اتفاقاتی افتاده است که چنین قاتلانی این گونه در سر تا سر اروپا رژه می روند. باید مردم ایران از دولت‌های خود خواستار این باشند که در این مورد پاسخگو باشند. گفتن است که در جریان تجمعات اعتراضی ایرانیان در بروکسل افرادی نزدیک به زاکانی درست مانند اقدامی که در خیابان‌های ایران انجام می‌دهند اقدام به فیلم برداری از تجمع کنندگان کردند. مسئول کمیسیون اقتصادی پارلمان بلژیک در این باره در گفتگو با کیهان لندن گفته است که زاکانی را احزاب چپ به بروکسل دعوت کردند که با مجاهدین کار می کنند. آنها در بین احزاب چپ و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا لابی بسیار قوی دارند. او گفته است که مجاهدین و اصلاح طلبان هر دو با همکاری یکدیگر و به نفع جمهوری اسلامی کار می کنند. وی توضیح می‌دهد که حزب لیبرال دموکرات مدت هاست در صدد دعوت شاهزاده رضا پهلوی به پارلمان اروپا است، ولی همین احزاب با نامه‌نگاری و لابی مخالفت می‌کنند. این درخواست را حزب لیبرال دموکرات مطرح کرده بود و با حزب راستگرای پارلمان نیز صحبت کردیم، آنها هم موافق بودند، اما دوباره نامه‌های درخواست رد شدند چون احزاب چپ علیه آنها هستند. بعضی از اعضای پارلمان اروپا هم ترجیح می‌دهند وارد این قضیه نشوند چون این مسئله برای آنها حاشیه دارد و ترجیح می‌دهند درگیر آن نشوند. هر حرکتی از طرف احزاب راست و لیبرال می‌شود، بلافاصله چپ‌ها و مجاهدین با هم علیه آن اقدام می‌کنند. او گفته است که اگر مردم اروپا و اگر مردم ایران می‌خواهند به دنبال سرنخ بسیاری از مشکلات باشند، باید آن را در دست گلوبالیست ها و چپ های جهانی از آمریکا تا اروپا بررسی کنند. به گفته او بعضی از احزاب پروتکل دارند که حتی با اعضای سازمان مجاهدین خلق نباید صحبت کنند، اما چپ ها تمام قد در اروپا از آنها حمایت می کنند. بعضی از این احزای چپ
اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را هم پشتیبانی می کنند، در حالی که به طور واضح اصلاح طلبان به دنبال استمرار جمهوری اسلامی سرکوبگر و قاتل هستند. البته حزب سبز اعلام کرده از دعوت زاکانی بی خبر بوده، اما جای تردید وجود دارد چون اغلب آنها با چپها همکاری می کنند. این در حالی است که بیشتر احزاب اعتراض کردند و گفتند که چرا چون این آدمی باید اصلا بتواند ویزا بگیرد. پایگاه خبری پولیتیکو روز 24 خرداد در گزارشی نوشت فلیپ کلوز، شهردار بروکسل، و پاسکال اسمیت، وزیر امور شهرسازی بروکسل، به دلیل دعوت از علیرضا زاکانی تحت انتقاد گسترده‌ای قرار گرفتند. پاسدار علیرضا زاکانی، یکی از طراحان و مجری طرح تبدیل سراهای محله به قرارگاه محلی با مشارکت نیروهای بسیج و مساجد و حوزوی‌ها است. طرحی که برای تقویت ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در پایتخت ایران تهران برنامه ریزی شده است و اجرا می شود. او به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسئول قتل و کشته شدن هزاران ایرانی از جمله زنان و کودکان بیگناه است. بعد از اعتراضات سال 1388، شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری تهران نیروهایی را استخدام کردند که در مواقع عادی کارشان جمع کردن بساط دستفروشان و مقابله با سد معبر در خیابان هاست، اما در مواقع اضطراری در سرکوب اعتراضات از این نیروها استفاده می شود. علیرضا زاکانی سال هاست این واحدهای متشکل از بسیجی ها و لباس شخصی ها را تحت امر خود دارد. یکی از اعضای پارلمان بلژیک گفته است که ما باید این را بفهمیم که دعوت اشخاصی مانند زاکانی به خاک اروپا و هموار کردن مسیر آنها و حتی هموار کردن ورود همراهان سپاهیشان به خاک اروپا هزینه زیادی دارد و این اتفاق نشان می‌دهد که تا چه اندازه باج‌هایی در این میان در کار بوده است و لابی چپ تا چه اندازه قدرت گرفته است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.